آزادی، عدالت، دموکراسی، برابری، جامعه مدنی، پاسخ‌ها در کدام دالان و نزد چه کسی است؟ کی من؟ کی این؟ سلام، من کامیز حسینی هستم و این 28مین پارازیته، برنامه‌ای که برای شماست، شما که حوصله اخبار رو ندارید و همه خبرها برای شما خبر بده. امشب در پارازیت پشت پرده قدیر قم توسط رامین افشا می شود. آیت الله خامنه ای برای اولین بار حرف‌های جدید میزند. دشمن. محمود احمدی نژاد هم همینطور. ملت ایران. از همین ملت ایران درخواست می‌شود از این پس با ماشین حساب پای صحبت‌های آقا محمود بنشینند. پارازیت امشب پر است از بدآموزی، لاتبازی، تخریب شخصیت، حرف‌های مردم فریب، روزخانی و لجن پراکنی. روی صندلی پارازیتی هفته، ابراهیم حامدی معروف به ابی از خودش و دنیایش میگوید. امروز که محتاج تو جای تو خالیست، فردا که میایی به سراغم نفسی. و در نهایت خوبها، بدها و زشتها معرفی می شوند، از ناگفته ها شفاف سازی می شود و از همه مهمتر در 30 دقیقه آینده پارازیت بنیان قدرت را قلقلک می دهد. این پارازیت است، برنامه ای از طرف بچه های انقلاب که حالا شدند بیگانگان برای بست استکبار در کشور اسلامی ما. غلام حسین الهام بعد از مدتی نگرانی بالاخره حرف زد و ما رو از نگرانی در آورد و گفت باید حواسمان را جمع کنیم تا نخوریم، ولی نگفت چی نخوریم. بعد آقای الهام، وقتی حواستون رو جمع کردین که نخورین، اون وقت چیکار میکن؟ میزنین؟ یعنی شما هر وقت حواستون جمع باشه میزنین، پرت باشه میخورین. البته ما گفتیم زدیم، شما هم بگین زده، خوبیت نره. لاتبازی در نیار. علیرضا مرندی گفت دولت بیخبر از مجلس دانشگاه علوم پزشکی ایران را منحل کرده است، ولی نگفت اولا مگه بقیه کارهایی که دولت میکنه مجلس هم خبر داره؟ ثانیا حالا اصلا گیریم فرضاً که مجلس هم خبر داشت، چی میشد؟ دانشگاه علوم پزشکی ایران تعطیل نمیشد؟ حالا فرضاً بگیم اگه مجلس هم میومد و فلان این حرفا که ما اصلا باور نداریم که نبوده و اینا، ولی اما اگر هم بود، اول چیکار میکردین؟ یه ذره بگیر و ببند میکردین، بعد یه ذره بیشتر بگیر و ببند میکردین، آخرش دولت میگفت من کردم، مجلس میگفت من کردم، اگر هم تر شکست بخوره که مجلس میگه من از اولش کی من ما از اولش مخالف بودم، دولت هم میگه مجلس کار شکنی کرد، کی بود من نبودم. هیچ کدوم اینا هم برای استادان، کارمندان، دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران نون آب نمیشه آقاشون. حرفای مردم فریب نزن. بله، محمد رضا رحیمی پاشنه آشیل پارازیت گفت پس از هدفمند کردن یارانه ها دیگر فقیری در کشور نخواهیم داشت. شما باور گفته ایشون این حرفو، شما باورتون میشه که ما یه روزی مثلا در ایران ما فقیر نشه باشیم؟ ولی نگفت. پس یعنی الان شکر خدا پس فقط تو کشور داریم دیگه. الان دیگه شما میگی که پس از هدفمند کرد، خودت گفتی که پس از هدفمند کردن یارانه ها دیگه فقیر نداریم، پس الان داریم. این صاحب خدا رو شکر این شما ثابت کردی و گفت الان ملت فقیرن. ولی آقای رحیمی اگه یارانه ها رو هدفمند کردین حالا بازم فقیر
داشته باشیم دقیقاً شما دولت شما رفقاتون براشون چیکار میکنین که بازم حرفای پوپولیستی شما رو باور کنن؟ آقا جان برای مردم اینقدر روزه نخون. منم یه فقط شما هم میدونیم. رامین مهمان پرست سخنگوی وزارت خارجه گفت به فرانسه سفر نکنید زیرا ناامن است، ولی نگفت نیست ایرانی ها با پاسپورتشون میتونن به همه جای دنیا بدون دردسر مسافرت کنن. همین فرانسه رو لطفاً فعلا بیخیالشن، چون امکان داره فرانسوی ها ایرانی ها رو بگیرن ببندن به میز سرشون رو ببرن فیلم بگیرن بذارن تو یوتیوب. این خیلی بد میشه اگه اینجوری بشه، اگه فرانسوی ها این کارو. اولا که آقای مهمان پرست، ای گریمور، ای مالکش، اصلا شما مگه میذارید جای امن بمونه؟ در ثانی حالا گیرم و خواستیم سفر هم بکنیم با چی؟ با پاسپورت جمهوری اسلامی شما که شاخ آفریقا امرامو نمیدن برادر من. فرانسه ناام پیشکش شما. لجن پراکنی نکن، اتفاقا شاخ آفریقا امرامو میدن. ای بابا این چه دوستی خال خرسه‌ای تو داری؟ آقای آچایی چی نمیگه خانم محترم بهش؟ بابا این شما رفیق مایی یا رفیق خرسه‌ای؟ بالاخره یه جا نشستی به من کمک کنی یا گیر بدی هی پشت سر هم دیگه، هی میدونم سانسور میکنی و این حرفا. خب کجاییم؟ ای ملت بیدار، اول از همه از آقای رامین معاون مطبوعاتی دولت شروع میکنیم که گفت بهترین تیتری، بهترین تیتری که در سالهای متمادی، یعنی خیلی زیاد، یعنی سالهای متمادی خیلی زیاد دیده، تیتری بوده که تو هفته پیش دیده. من بهترین و زیباترین تیتری که در طی سالهای متمادی در ذهنم مانده تیتری هست که همین دو هفته پیش، 7-8 روز پیش بود که یکی از روزنامه‌ها برای داره سفر امام خامنه ای به قم زده بود، که زده بود غدیر قم. غدیر قم در حقیقت این یک تعبیر بسیار زیبا بود که شبیه غدیر قم مردم قم قیام کردند در استقبال از نائب امام زمان و این فوق العاده زیبا بود. بله مردم قم قیام کردند در استقبال از امام خامنه ای. اول از همه اینکه قیام نمی کنن در استقبال از کسی، به پیشوازش میرن. این از این. بعدش هم شما تلویحاً گفتی که شایعاتی که مطرح بود مبنی بر اینکه آقای آیت الله خامنه ای رفته قم با مراجع لابی کنه، مشتبه رو آیت الله کنه که بشه رهبر، رو تایید کردی. شما خودت گفتی، ما اینجا الان پخش کردیم، چون در غدیر قم پیامبر اسلام جانشین خودش یعنی حضرت علی رو معرفی کرد، یعنی آقای خامنه ای در غدیر قم جانشینش رو معرفی کرده، ما نمیدونستیم یا چی؟ اما آقای قرائتی یک حرف حق زد، باور نمیکنیم ببینید. چون 30 سال حرف میزنیم ممکنه بعد حرف ما تکراری باشه. قصه تکراری که میخواد بگه اینه که وزیری شیشه عطرشو یک مجروح جنگی میخواسته نمیده، بعد که نمیده بهش میره دستشویی. مسترا ادرارم گرفت، رفتم دستشویی، تا رفتم بالاشم شیشت افتاد تو سوراخ مسترا رفت. میگفت در مسترا بستم، مفصل گریه کردم. تو ذهنم هر کی گفت، به خودم هم سیدی هم زدم که چیزی که در راه خدا ندید جای سوراخ مسترا هست. او پاشو تو جبهه داده، تو شیشت ندادی، سرقت گدابازی داره و دیشقت کنسی. میگو توبیخ گریه و به خدا گفتم خدایا بد کردم، منو ببخش. در مسترا بستم، کلاس تربیت نه حوزه نه دانشگاه، گای مستراحه. یعنی این مسترا کلاس تربیت آقای وزیر شد. اینا خوبه البته که وزرای اینجوری داشته باشیم، خیلی چیز بدی نیست، از همه جا میشه یاد گرفت. اما ای کاش چند تا وزیرم داشتیم که یه چند کلاس واقعی واقعی رفته بودن دانشگاه، یعنی واقعی دانشجو بشن، گشنگی بکشن، درس بخونن، مدرک بگیرن، بعد وزیر بشن. ای کاش هیچ وقت آکسفورد نبود. تو آکسفورد مسترام دارن؟ حتما دارن. اما در هفته ای که گذشت آیت الله خامنه ای حرفای جدیدی زدند. دشمن به دشمن، دشمن 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 دشمنان دشمن 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 دشمنان دشمن 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 دشمنان دشمن و دشمن 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 یه دشمن. تا پیرو حرفهای جدید آیت الله خامنه ای، محمود احمدی نژاد هم حرفهای بسیار بسیار نوعی زد. ملت ایران، ملت